هفته فوتبال آمریکایی، راز جوانی سینمایی، کرایه پوشاک برای حفاظت از زمین و شعله آتش بر جیم. صنعت مد کم و بیش در یک دهه گذشته خیلی سریع‌تر شده. طراحی‌های پیشرفته، کاهش قابل ملاحظه در هزینه تولید و موفقیت روبروش در فروش آنلاین لباس، فضا رو برای عرضه پوشاک ارزان‌تر مساعد کرده و این یعنی مد و طراحی‌های جدید به جای اینکه فصلی یک بار وارد بازار بشن، با پوشاک متنوع زودتر به بازار میان. این طوریه که تنها در بریتانیا سالانه بیش از 1 میلیون تن لباس خریداری میشه. به همون نسبت که ضایعات مد داره رشد پیدا میکنه و ما میخوایم که کمدهای لباسمون رو زود به زود بروز کنیم، به همون میزان هم ضایعات مد داره افزایش پیدا میکنه. ما داریم سالانه صدها هزار تن لباس رو دور میریزیم. همونطور که انبارها دارن پر از لباس میشن و فروشگاه‌ها دارن ارزون فروشی میکنن، به همون نسبت هم داره این میزان دورریز افزایش پیدا میکنه. خب، مسئله محیط زیست و ضایعات حاصل از مد سری یک بخش از معضلات این صنعته. مسئله دیگه اینه که این تولیدی‌های پوشاک اصلاً با چه روندی کار می‌کنن. برای اینکه مد ارزون در دسترس ما قرار بگیره، خیلی از این پوشاک در کشورهایی تولید میشن که کارمزد پایینه. یکی از این کشورها بنگلادشه، جایی که میلیون‌ها نفر رو در استخدام این صنعت درآورده، اما همیشه تیغ تیز انتقاد در مورد شرایط کاری بالای سرش بوده. بعضی‌ها میگن که بایستی ربات‌ها رو جایگزین انسان کرد، اما به چه قیمتی؟ بحث خودکارسازی از یه طرف و بیکاری کارگرها از طرف دیگه همیشه داغ بوده و بنگلادش نمونه زنده مبحثه. جنکوفسک دسترسی داشته به گوش و کنار این صنعت در این کشور. بنگلادش بعد از چین دومین تولید کننده بزرگ لباس در جهانه. صنعت تولید پوشاک آماده این کشور که برای 4 میلیون عمدتاً زنان شغل ایجاد می‌کنه، نقش مهمی در موفقیت اقتصادیش داره. مأموریت مستفیض الدین اینه که آینده مد رو در اینجا تغییر بده و این کار رو از کارگاه تولید شلوار جینش در شهر بندری چیتاگونگ در جنوب این کشور شروع کرده. This is Pepe Jeans London. بعد از فاجعه رانا پلازا در سال 2013 میلادی، توجه جهان به صنعت پوشاک بنگلادش متمرکز شد. درست بعد از اینکه 1134 نفر بر اثر فرو ریختن ساختمانی تلف شدند. ساختمانی که فرو ریخت مجتمعی بود که در 8 طبقه 5 کارخونه پوشاک را در خودش جا داده بود که برای مارک‌های بین‌المللی لباس می‌دوختند. وقتی حادثه اتفاق افتاد تو به رانا پلازا رفتی؟ بلافاصله. فکر کنم حدود 11 و نیم بود. پیرنم رو برداشتم و به سرعت به محل رانا پلازا رفتم. رفتم اونجا و دیدم که چه اتفاقی افتاده و خیلی حس درموندگی کردم که هیچ کاری از دستم بر نمیاد. ولی بعد از رانا پلازا فکر کردم وقتی همچین اتفاقی میفته چطور میتونم مردم رو آگاه کنم و تصور مردم رو عوض کنم تا رانا پلازای دیگه ای اتفاق نیفته. کاری که مستفیض الدین کرد این بود که نه تنها فضای مناسب کاری برای کارکنانش فراهم کرد، بلکه کارخونه‌اش رو مجهز به فناوری و نوآوری کرد که از نظر محیط زیستی پایدار باشه. از جمله اینکه یک استودیوی طراحی تأسیس کرد که گروهی از طراحان در داخل شرکت شلوارهای جین رو از سلیقه‌ها و سبک‌های مختلف طراحی می‌کنن تا به خریداران بین‌المللی نشون بدن. این اتاق نوآوری و توسعه ماست. اینجا در تولید کارها نوآوری می‌کنیم و محصولات رو نگه می‌داریم تا موقعی که مشتری‌ها از سراسر جهان میان بتونن همه نوآوری‌های این صنعت رو یکجا ببینن. چه کسی از کارگاه شما دیدن کرده؟ تقریباً همه فروشنده‌های بریتانیا از اینجا دیدن کردن. تا حالا جان لایتل، مدیرعامل بوهو، برتون، کاردیا گروپ، تسکو، ریور آیلند، دبنامز و خلاصه همه از سالن نمایشگاه کالاهای ما دیدن کردن و همه خیلی خوششون اومده.
این محصولی رو که اینجا می‌بینیم آیا در فروشگاه‌های بریتانیا هم فروخته میشه؟ یقیناً در هر مغازه در خیابون‌های لندن این محصولات رو میشه پیدا کرد. فرایند ساییدن و سنگشور کردن جین کار طاقت فرساییه. کارگران اینجا لباس‌های جین رو با دست می‌سابند تا در پارچه سوراخ و ساییدگی ایجاد کنن. این کار لباس‌شویی پرخطره. به طور مشخص بخش خطرناکیه. خطرات اصلی ناشی از کار دستیه. کار با خشک‌شویی و کار با کاغذ و لاستیکه. به ماسک نیاز داری و به نیروی انسانی و برای انجامش به چیزهای زیادی احتیاج هست. و ساییدن پارچه که گرد و خاک تولید میکنه کار خطرناکیه چون میره داخل بدن انسان. یه فناوری پیشرفته در این کارخونه استفاده میشه که جایگزین ساییدن با دسته و به نیروی انسانی خیلی کمتری نیاز داره. این دستگاه لیزری حدود 200 هزار یورو ارزش داره و یه نفر میتونه اون رو در یه اتاق تمیز و مجهز به تهویه هوا را بندازه. این دستگاه از طراحی‌های از قبل برنامه ریزی شده استفاده می‌کنه تا کاری رو که نیروی انسانی در اتاق بغلی انجام میده به طور خودکار پیش ببره. از سوراخ‌های سوخته تا ایجاد ساییدگی روی شلوار جین. در حالت عادی یک نفر از پس یک فرایند برمیاد. این 200 تیک است. به کمک لیزر میشه 4 تا 5 فرایند رو همزمان انجام داد. حدود 2500 تیک در 24 ساعت. یک نفر تنها میتونه یک فرایند رو انجام بده. 200 تیک در روز. یعنی 2500 تا؟ برای 2500 تا به حدود 50 نفر احتیاجه. میتونم دستگاه لیزر رو 24 ساعت استفاده کنم ولی نمیتونم با انسان 24 ساعت کار کنم. و در این حال دستگاه نمیره تو خیابون تا علیه مزد کم و شرایط کاری بد اعتراض کنه. سال گذشته بنگلادش شاهد اعتراضات کارگران کارخانه های پوشاک بود که خواهان رفتار مناسب کارفرما بودن. و این روند خودکار کردن خواسته یا ناخواسته به ناپدید شدن اشتغال در مراکز تولیدی منجر میشه. آمریکا در حال حاضر همین وضعیت رو تجربه میکنه. در داکا مستفیض الدین به این نتیجه رسیده که در بحث‌های مهمی مثل این باید فروشنده‌های بین‌المللی رو هم دخیل کنه. ما در دو جلسه دنیم اکسپو و انجمن پوشاک پایدار اونو همراهی کردیم. اینجا فناوری از مباحث بزرگه و شرکت‌های مثل جینولوجیا از دستگاه‌های پیشرفته لیزری در روند تولید پوشاک استفاده می‌کنن. و شرکت ایتالیایی تونلو فناوری پیشرفته خشکشویی عرضه میکنه. صنعت پارچه از این به بعد باید از صنایع فناوری محور باشه، نه یک صنعت انسان محور. این تحول بزرگیه. تغییر بزرگیه، خیلی بزرگ. ولی در بنگلادش هم خصوصا بعد از رویداد رانا پلازا متوجه شدن که بعضی کارها به طور درست انجام نمیشده. فکر کنم حالا وقتش رسیده که این صنعت متوجه بشه که راه دیگه ای هم هست. بعضیا بر این باورن که این میتونه فرصت‌های جدیدی برای کارگران بنگلادشی ایجاد کنه. شغل بهتری میتونن داشته باشن. به طور مثال میتونن مهندس بشن و کار با دستگاه رو یاد بگیرن و طراح بشن. فکر میکنی برای 4 میلیون کارگر با مهارت پایین این مسئله امکان پذیره؟ بله، قراره این در صنایع دیگه هم شغل ایجاد کنه. برای همین فکر میکنم چیز مثبتیه. ولی بقیه مطمئن نیستن. فکر نمیکنم خودکارسازی به نفع هیچ کارگری در هیچ یک از صنایع باشه. خودکارسازی در واقع به معنی عوض کردن کارگر با دستگاهه که مالکان کارخانه‌ها دوستش دارن و هزینه و شرایط کاری رو ثابت و خیلی از مشکلات رو رفع می‌کنه. و زنان که بخش عمده کارگران این کارخونه ها هستن به طور نامتناسبی از این پیشرفت ها آسیب می‌بینن. پس تو واقعا ترجیح میدی که این زنا به جای اینکه از این دستگاه ها داشته باشن بهتر کارشون رو حفظ کنن؟ معلومه که ترجیح میدم. حدود 5 میلیون نفر در صنایع پوشاک بنگلادش کار میکنن. با توجه به این هر زن نه فقط خودش متکی به درآمدشه که کل خانوادهش 4 تا 5 نفر هم وابسته به درآمد اونن. پس 4 میلیون ضرب در 5 میشه 20 میلیون نفر که همه وابسته به این درآمد هستن. اگه من کارخونه رو 100% خودکارسازی کنم این زنا کجا خواهند رفت؟
کجا کار پیدا میکنن؟ چطور دووم میارن؟ فکر میکنی که این برای مردم دنیا مهمه؟ هیچ کس بهش فکر نمیکنه. چرا؟ پول. همه میخوان پول بیشتری داشته باشن. دخترها بیکار خواهند شد. فکر نمیکنم کسی به فکر این مسئله باشه. درباره اینکه خودکارسازی جای چه شغل‌هایی رو در صنعت پوشاک خواهد گرفت، برآوردهای مختلفی وجود داره. ولی بر اساس گزارش‌های اخیر، حدود 80% کارهای ساده تولید پوشاک در آسیا در 5 سال آینده در معرض خطر خواهد بود. ساخت دستگاه‌های جدید، خودکارسازی در کارخانه‌های پوشاک رو که زمانی خیلی بعید به نظر می‌رسید، به یک گزینه واقعی تبدیل کرده. این هفته نگرانی‌ها در مورد ویروس کرونا بیش از 238 میلیارد دلار از ارزش سهام 5 شرکت بزرگ فناوری آمریکا را کم کرد. سازمان ناظر بر رسانه‌های بریتانیا آفکام تایید کرد که میزان اشعه 5G در محدوده سلامت و ایمنی و یک پژوهش در آمریکا نشون داد که مرگ یک راننده تسلا در حالی که اتومبیلش در حالت خودران بوده ناشی از اتکای بیش از حد راننده به سامانه خودکار بوده. اراند بی یک ربات خدمتکاری که شما را به کتاب‌هایی که می‌خواید می‌رسونه و اگه حمل کتابم براتون سخته اونها رو براتون میاره. اگه فکر نمی‌کردید که یک ربات بتونه به نرمی لمس کنه، این عروس دریایی احتمالاً باهاتون موافقه. این ربات با انگشت‌های سیلیکونی عروس‌های دریایی و سایر موجودات اعماق دریا رو بدون صدمه زدن بهشون می‌گیره. این ربات نرم ظاهراً کمترین فشار عصبی رو هم به این حیوانات وارد می‌کنه. و در پایان پژوهشگران دانشگاه اوساکا رباتی ساختن که میتونه حس کنه و دردش رو ابراز کنه. این ربات البته به دلایلی که قابل تصورم نیست شبیه کودک ساخته شده. این ربات برنامه ریزی شده تا لبخند بزنه، اخم کنه و چهرهش هم در هم بده. امیدوارن که با یاد گرفتن تشخیص درد به هوش مصنوعی کمک کنه تا حس همدلی رو بیاموزه و بهتر از آدم‌ها مراقبت کنه. البته امیدوارم حس انتقام رو نیاموزه. ایده اجاره لباس چیز جدیدی نیست. حتی اجاره آنلاینش هم چیز جدیدی نیست. شرکت‌هایی مثل Rent the Runaway و TradeUp یه دهه است که در آمریکا فعالن، مثل Girl Meets Dress در بریتانیا. اما محبوبیت بسیاری از این پلتفرم‌ها اخیراً و بعد از جذابیت زیاد ایده استفاده از مواد پایدار باعث شده ایده مد یه بار مصرف به درد نخور به نظر بیاد. اما تمایل به یک مد در حال تحول از بین نرفته. بنابراین نگاهی انداختم به تعدادی از استارتاپ‌های جدید بریتانیا که از فناوری استفاده می‌کنند تا این ایده رو به سطح بالاتری ببرند. شرکت بای روتیشن اجاره دادن لباس رو به لطف هوش مصنوعی روی گوشه موبایل عرضه کرده تا افراد بتونن برای این کار مستقیماً با هم مرتبط بشن. دو تا ابزار یادگیری ماشینی داره که ما از پیش ساختیمش. اولیش طوری کار میکنه که وقتی صاحب لباس یا اجاره دهنده فهرست میکنن، نذاره برن عکس‌های فروشنده ها رو بردارن که سبب نقض مقررات کپی رایت بشه. چیز دیگه ای که ساختیم اینه که به مردم کمک میکنه یه قیافه یا یه سیما بسازن. به طور مثال اگر بر فرض لباسی سیاه قرض گرفتین، شاید مثلا یه جفت کفش سبز و یه کیف سبز باش جور کنیم. در مرحله بعد شرکت روی یادگیری ماشینی کار میکنه تا معضل تفاوت سایز رو هم رفع کنه. بیش از 8000 کاربر مثل کت از لباس‌هایی که به ندرت می‌پوشن یه مقدار پول در میارن یا تنوعی در کمد لباسشون ایجاد می‌کنن. از نیمه سال قبل که بحث پایداری برام جالب شد، تصمیم گرفتم چیزهایی رو اجاره بدم یا لباس دست دوم بخرم. متوجه شدم که جاهایی برای اجاره دادن وجود داره و با خودم گفتم این عالیه. لباس‌های زیادی دارم و دوستام همیشه می‌خوان برای مراسم عروسی و مراسم دیگه قرض بگیرن. با خودم گفتم خوب میشه اینطوری پولی هم از این راه به دست بیارم. و چند درصد قیمت لباس رو برای اجارهش در نظر می‌گیری؟ فکر کنم خود اپ توصیه‌ای میکنه، اما من معمولاً اگر لباس مثلا چیزی حدود 330 پوند باشه میشه 12 تا 15 پوند در روز، و اگر لباس رو برای یک هفته بخوان و یا یک ماه بهشون تخفیف میدی. اگه قراره برای مدتی خیلی طولانی لباس رو ببرن بهشون 50 یا 70 درصد تخفیف پیشنهاد میکنی، و بعد از اینکه چند بار این کارو کردی پول لباس در میاد.
یه اپلیکیشن امیدواره با این ایده یک اکوسیستم کامل بسازه. Save Your Wardrobe به شما اجازه میده که از کمدتون یک نسخه دیجیتالی بسازین. برای این کار ایمیل هاتون رو جستجو میکنه تا از رسید لباس هاتون اونا رو پیدا کنه. برای بقیه شاید لازم باشه ازشون عکس بگیرین. همینطور باید بگین چقدر از اونا استفاده میکنین و این یعنی اگر در کمدتون لباس هایی باشه که خیلی وقت نپوشیدینشون میتونه بهتون بگه که چطور میتونین اجارهشون بدین یا بفروشینشون. و به جز بحث اجاره لباس، این اپ با همکاری بای روتیشن شما رو به شرکت هایی که خدمات لباسشویی یا تعمیر لباس میدن مرتبط میکنه. برتری ما در اینه که اکوسیستمی درست کردیم از خدماتی که برای بازیافت و بیشتر کردن عمر پوشاک وجود دارن. ولی زیر و رو کردن همه کمد لباستون خیلی کار وقتگیریه. ما سعی کردیم زمان اسکن کردن ایمیل رو در حد چند ثانیه کاهش بدیم. ساختن یک کمد لباس مجازی از طریق ایمیل کار چند ثانیه است و بینایی کامپیوتری به اون اندازه قویه که بتونه دسته‌بندی و رنگ و مارک رو تشخیص بده. ضمناً باید اندازه‌شون رو هم خودتون اضافه کنید. ما در واقع روی همون هوش مصنوعی داریم می‌سازیم که اسپاتیفای با موسیقی و نتفلیکس برای فیلم‌هاتون استفاده می‌کنه. یادگیری سلیقه‌تون به کمک چیزهایی که می‌پوشین و بعداً با پیشنهاد کردن چیزهایی که در فهرستتون نداره. پس اگه ایده ثبت کمد لباس مثل ثبت تعداد قدم هامون بگیره، ممکنه دیگه هیچ وقت مد دمده نشه. گزارشی بود از لارا. حالا بریم سراغ یک موضوع دیگه. چند وقت پیش بود که یکی از مهمترین رویدادهای فوتبال آمریکا یعنی سوپر بول برگزار شد و میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا اون رو تماشا می‌کردند. در بریتانیا هم این ورزش خیلی محبوب شده و حتی لندن میزبان چند مسابقه سالانه است در این ورزش. اما از نظر فناوری و از دیدگاه تکنولوژی، تحلیل آنی داده‌های این ورزش سریع، خشن و تهاجمی برای مربیان و بازیکنان بسیار مسئله کلیدیه. NFL یا لیگ ملی فوتبال امسال 100 سالگیش رو جشن میگیره. 100 سالگی NFL یعنی مروری بر تاریخ این ورزش. ولی در این حال این ورزش با همکاری مایکروسافت نگاهی هم به آینده داره. در کنار سرعت، نمایشگری، خشونت و زیبایی بازی، این ورزش به یاری فناوری پوست انداخته. مایکروسافت تبلتی با کارایی هدفمند طراحی کرده تا به بازیکنان و مربیان مسابقه در حوزه اطلاعات تاکتیکی آنی کمک کنه. چیزی که در بازی اساساً مثل شطرنج اما با مهره‌های واقعی. هر گونه تغییر خیلی کوچیک میتونه در برد و باخت تعیین کننده باشه. این تبلت‌ها برای هر 32 تیم NFL استاندارد سازی شدن. هر تیم 25 تا از اینا رو داره، 13 تا در دو سوی میدان بازی و 12 تا در اتاقک مربیان. میشه بازی به بازی و از زاویه‌های مختلف بازی رو بررسی کرد. نمایشگرش نسبت به تبلت‌های دیگه نورانی‌تر و خودش هم سفت و سخت‌تره. ولی دسترسی به داده‌های آنی برای بازیکنان در دو سوی میدان چه تأثیری داره؟ سرعت خیلی تند است و وضع خط حمله هم مرتباً در حال تغییر است. خط دفاعی هم همینطور، چون اونا هم در آن سوی میدان تبلت های مشابه دارند. بنابراین سرعت و شتاب بازی خیلی بیشتر است. اینجا اتاقک مربیانه. قبلاً از نمای از بالا بازی رو می دیدن و روی کاغذ علامت می زاشتن. بعد می رفتن به رخکن و با بازیکنان حرف می زدن. اما حالا می تونن این کار رو روی تبلت انجام بدن. بعد بین دو نیمه برن توی رخکن و روی تبلتی که اونجاست یادداشت‌ها رو نشون بازیکن‌ها بدن. و NFL واقعا فکر می کنه این به تیم‌ها کمک می کنه. وقتی بتونی در آن واحد تغییرات را انجام بدی، بعد این بازیکن است که باید از بازیکن دیگر بهتر عمل بکنه، چون حالا اونها تقریبا هر کار را که بازیکن‌های دو طرف با توپ می‌کنن انجام می‌دن. بنابراین مهارت فردی هر بازیکن بسیار اهمیت پیدا می‌کنه.
فناوری هیچ وقت راکت نمیمونه، درست مثل ورزش. مایکروسافت چیزی به بازی اضافه کرده که هنوز معلوم نیست که بهترش میکنه یا نه، اما یک چیز مشخصه و اون اینه که فناوری همیشه تلاشش رو برای بهبود عملکرد ورزشکاران زیاد میکنه. فناوری های پوشیدنی زیادی به میدان آمدن و روی پیراهن های ما، موقعیت یاب، انواع بررسی کننده، تپش شمار و چیزهای شبیه به آن هست. خیلی چیزها هم برای ایمنی بازیکن، مثلا فناوری داخل کلاهخود که میتونه ضربه ها را دنبال و فعالیت های مغز نظارت کنه. بنابراین در 5 تا 10 سال آینده بازی کاملا متفاوت خواهد بود. پیراهن ورزشی و سخت افزاری که ما میپوشیم هر سال تغییر میکنه. برای همین من انتظار دارم فناوری های زیادی در پیراهن های ما ادغام بشه. و طبق معمول هفته‌های پیشین بریم سراغ یکی دیگه از فیلم‌هایی که در اسکار کلی سر و صدا به پا کرد و از فناوری هم استفاده کرده بود تا ماها رو متحیر کنه. این بار نوبت فیلم آیرشمن یا ایرلندی که در اون آل پاچینو، رابرت دنیرو و چند تای دیگر رو هی جوون و هی پیر کردند. بریم ببینیم رازشون چی بوده. فیلم با رابرت دنیرو شروع میشه. میشه گفت 28 یا 30 سالگیش و بعد 36 ساله میشه، بعد 42 و بعد 47، بعد 55 و بعدش 62 سال و الاخر. مارتین به هم گفت میدونی که باید مراقب باشی که چه آرزویی میکنی، چون این بازیگرها نمیخوان نشانگر و کلاه خود و دوربین و هیچ چیزی شبیه دوربینای کوچولو جلوشون باشه. اونا همچنین انتظار دارن در یک جایی با نورپردازی تئاتری باشن و قرار نیست هیچ جایی دیگه بریم. وقتی شروع کردیم تا این روش جدید ضبط اجراها رو راه بندازیم، هیچ چیزی در اختیار نداشتیم. منظورم اینه که تنها رایی که تا حالا میشد اجراها رو ضبط کرد با سامانه نشانگر بود. برای همین باید چیزی غیر از نشانگرها پیدا میکردیم. یک آزمایش با رابرت دنیرو در نیویورک انجام دادیم که در اون صحنه ای از فیلم رفقای خوب رو بازسازی کردیم. یک دوربین فیلمبرداری اون وسط برای کارگردان بود و 2 دوربین شاهد در دو طرفش. ما بلافاصله فهمیدیم که اگه سایه نباشه نرم افزار بهتر کار میکنه، ولی میدونید که وقتی روی ست هستیم همیشه سایه داریم، چون معمولا از عقب یا کنار نور میدید. چطور میتونید نور پردازی رو حذف کنید بدون اینکه کارگردان یا مدیر تصویربرداری رو عصبانی کنید؟ خب این یعنی ما ست رو غرق نور مادون قرمز کنیم که چشم انسان نمیتونه اون رو ببینه، ولی نرم افزار میتونه. ما با هم کار کردیم تا بتونیم یه پایه 3 دوربینه رو فراهم کنیم. مهم این بود که دوربین های شاهد جزو دوربین کارگردان باشن، چون معمولا در جلوه های ویژه کسی مراقب دوربین های شاهد نیست و همه جلوشن و کسی هم عین خیالش نیست. ولی اگه به دوربین کارگردان وصل بشن، هر جایی که دوربین کارگردان بره این دوربین ها هم میرن و اینطوری حل میشه. بعد همه اطلاعات رو گرفتیم و با شرکت آری همکاری کردیم تا اون 2 دوربین کاملا مادون قرمز بشن و بعد به بازیگران نور مادون قرمز انداختیم و بعد نرم افزار همه اطلاعات مادون قرمز و RGB رو از دوربین مرکزی بررسی کرد و ساختار هندسی داده ها رو ساخت. اگه به طور طبیعی نشانگرها رو حذف کنید، حرکات فوق‌العاده‌ای در چهره می‌بینید، چیزهایی که قبلاً نمی‌دیدیم. حرکات ریزی که با تغییر ساختار هندسی می‌ساختیم تا با پس‌زمینه و اجرای اصلی تطابق پیدا کنه. اون چه که روی پرده می‌بینید رندرهای واقعی هستن، جایگزین رندرهای سه‌بعدی از چهره‌هاشون با حداقل درگیری با اجرای هنرپیشه. در واقع ما اونها رو جوان‌تر کردیم، فقط همین. اما حتی یک چشمک رو هم تغییر ندادیم، چون مارتین نمیخواست چنین کاری بکنیم. ما همه این کارهای اضافه رو برای بازیگران انجام دادیم. منظورم این همه داده باور نکردنیه که ما به دست آوردیم. با اینکه ما زحمت و مسئولیت اضافی متحمل شدیم، این اصلاً کارگردان رو اذیت نکرد، چون چیزی وجود نداشت که کارگردان به خاطر این فناوری بخواد انجام بده و جلوی دست و پاش رو بگیره. و به علاوه اجراها هم فوق‌العاده بودن.
What do you want to know? You want to know if I did it or not? خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونه bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب bbc فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.